منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل ما خوش آمدید. استاد عبدالرب رسول سیاف در صفحه رسمی فیسبوکشون این نگاشته است: د خواشنه او د داد گرنه پیغام، د جهاد یو از زلاند ستوری او د جهاد او مقامت، د سنگرون و نامتو او اسپیسل اتل او د کابل د مجاهدین و عمومی آمر او قماندان او د مرکزی قلوردو پخوانه قماندان دگر جنرال آجی شیر علم ابراهیم نن غرمزان حق تا و سپاره انا لله و انا الیه راجعون. اسم هوا سم پزای نده دده شخصیت او کارنامو به حق لبه بلوخت تفسیری خبری وکرم. اوس دوم را وایم چه پاک رب ده دغه با حیا او پاک او مخلص مجاهد لانبیا و او صدیقین و او شهیدان و او صالحین و سر حشر کری او به حساب جنت تا داخل کری. دده ده میرین و پار زان او دده ده درنه کورنه او ده جهاد لوی کورنه او ده افغانستان اصر مجاهد و ولست ده دادگرنه او تسلیت مراتب ورانده کوم او طول تا ده پاک رب لدربار اجر او صبر غوارم. همچنان در خبر دیگر، امرالله صالح: بیشتر از نصف اعضای خانواده و دفترم به کرونا مبتلا شدند. در حالی که شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در افغانستان به بیش از 18000 نفر رسیده است، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز خبر داده که بیشتر از نصف اعضای خانواده و اعضای دفتر خودم اکنون به کرونا مبتلا شدند. آقای صالح در فیسبوک نوشته که کشور اکنون در بدترین مرحله از گسترش این آفت و ویروس قرار دارد. سرپرست جدید وزارت بهداشت وعده اصلاح نظام بیمارستان ها را داد. احمد جواد عثمانی کارش را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست جدید وزارت صحت عامه آغاز کرد. آقای عثمانی روز گذشته از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور به عنوان سرپرست و نامزد وزارت بهداشت معرفی شد. در مراسمی که امروز پنجشنبه 15 جوزا در وزارت صحت عامه برگزار شد، آقای عثمانی مبارزه با ویروس و کرونا، آوردن اصلاحات در نظام بیمارستان‌ها، بهبود عرضه خدمات بهداشتی و رسیدگی به نیازمندی‌های مردم را از اولویت‌های کاریش خواند. آقای عثمانی به برخی از چالش‌ها از جمله مشکلات در بیمارستان‌ها گفت که مسئولان بیمارستان‌ها نتوانستند که به دلیل ارائه کیفیت پایین خدمات صحی اعتماد مردم را جلب کنند. به گفته وی پس از گسترش کرونا در این کشور این چالش بیشتر رونما شده است. او در ادامه افزود که شکایت ها از بیمارستان های ویژه کرونا شده است. به دلیل نبود امکانات کافی، بیماران ترجیح می دهند به جای مراجعه به بیمارستان ها در خانه بمانند و این موضوع به گفته وی دردآور است. سرپرست جدید وزارت بهداشت گفت که پس از این تمامی فعالیت و تلاش هایی که در راستای مبارزه با کرونا صورت می گیرد اما هنگ خواهد شد و طرح‌های عملی تر و یک راهکار واضح برای مبارزه و پیشگیری کرونا روی دست گرفته خواهد شد. او همچنین گفت که ظرفیت تست افراد مشکوک بلند برده خواهد شد. اصلاحات نیز در مراکز تجدید به وجود خواهد آمد تا بیماران به این مراکز مراجعه و دوران نقاهت بیماری را در آنجا بگذرانند. سرپرست جدید وزارت بهداشت درباره تغییرات اساسی در نظام بیمارستانی افغانستان گفت که با عملی شدن آن مردم شاهد بهبود خدمات صحی در شفاخانه ها خواهند بود. آن طوری که آقای عثمانی توضیح داد، از 1.5 دهه به این سو خدمات صحی در 31 ولایت توسط موسسات خصوصی و تنها در 3 ولایت دیگر این کشور توسط وزارت صحت عامه افغانستان ارائه شده است. با گفته و این خدمات درمانی از نظر ساختاری، کمیت و کیفیت و از نظر چگونگی قراردادها، نظارت و ارزیابی جدی نیاز به بازنگری دارد. 300 نفر قربانی کرونا در افغانستان.
در همین حال وزارت بهداشت افغانستان از جان باختن 6 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی 7 مورد جدید ابتلا در شبانه روز گزارش داده است. موارد جدید در پی آزمایش 1296 واقع مشکوک به دست آمده است. 323 مورد جدید در کابل، 110 رویداد در هرات، 65 واقع در قندهار و مطابقی در دیگر ولایت های این کشور شناسایی شده است. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 18054 نفر رسیده که 300 نفرشان جان باختند. شمار بهبود یافتگان هم بیش از 1500 نفر رسیده است. در حال حاضر کابل با 7113 واقع مثبت، هرات با 3227 مورد، بلخ با 1213 رویداد مثبت سه ولایت هستند که بیشترین واقعات مثبت در آن شناسایی شده است. اعلانات فوتی در شبکه‌های اجتماعی. باور عمومی در افغانستان این است که شمار بیماران مبتلا به کرونا و قربانیان در افغانستان بیشتر از آن رقمی باشد که وزارت صحت هم اعلام می‌کند. این روزها اعلانات مرگ افراد در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. با مرور کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها آگاهی فوت افراد مبتلا به کرونا و افرادی که علت مرگ ذکر نشده به چشم می‌خورند یا در موارد دیگر کاربران فیسبوک در افغانستان از مبتلا شدن عزیزانشان به کرونا می نویسند و یا تجاربشان را از چگونگی سپری کردن دوره بیماری را با کاربران دیگر شریک می کنند. این در حالی است که مسئولان همواره جدی نگرفتن قرنطینه و محدودیت ها توسط شهروندان ابراز نگرانی کردند. کابل و برخی دیگر از بزرگ شهرها بار دیگر پر جنب و جوش شده و توصیه های بهداشتی کمتر رعایت می شود. روز گذشته دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از تایید طرح مرحله وار تنظیم کار و روش های پیشگیرانه در مرحله گسترش ویروس کرونا خبر داد. این اداره با نشر یک اعلامیه گفته بر اساس این طرح تدابیر برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح قرار است در سه ماه اول پوشیدن ماسک، حفظ فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از تجمعات، ضد عفونی کردن محیط کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از سوی ادارات و نهادهای خدماتی و تولیداتی برای کارمندان و کارگران و رعایت شیفت‌های کاری در ادارات دولتی الزامی شود. این طرح از سوی کمیته ویژه مبارزه با گزارش ویروس کرونا تایید شده و قرار است برای تصمیم نهایی و کابینه ارائه شود. نامه سرگشاده اقوام مغول افغانستان در خصوص تثبیت جایگاهشان در نظام سیاسی افغانستان. جلالت نواب دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان و جلالت نواب دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تقدیم احترام و آرزوی سلامتی و بهروزی. چنان که واضح است مردم عزتمند افغانستان هم از تمام اقوام و ملیت‌های با هم برابر و برادر به خاطر نیل به هدف واحد که همان داشتن قلمرو آری از جنگ و تعصب، استقلالیت، همدیگر پذیری و آینده مسئول و جامعه مترقی است، با مایه گذاشتن اثر مال جان و با نادیده گرفتن تهدیدات مفرد امنیتی به منظور ادای وجیبه ملی و اسلامی و پای صندوق های رایدهی رفتن، سرنوشت خودشان و آینده فرزندانشان را بنابر اعتبار و اعتماد که نسبت به شما رهبران خردمند داشتن ادا سازند. که ادوار گذشته انتخاباتی بر حسب مسائل ملی منتج به شکل گیری حکومت های تحت عناوین وحدت ملی و حکومت فیلی گردید. شک نیست که مردم صادق و رنگ دیده افغانستان هر بار در انتخابات بنابر وعید و نوید شما، زعمای عالی قدر که شعارتان پیغام از همه شمول بودن حکومت و اعتنا به همه اقوام ساکن در افغانستان بوده است، دلخوش کرده در مسیر اتحاد و برادری گام برداشتند. قابل تذکر است این که اقوام مغول افغانستان بر حسب مستندات معتبر تاریخی بنابر تحولات ممتد اطوار گذشته به گونه گسترده ولی متفرق در گوشه گوشه این جغرافیا با تعامل و تعارف حسنه هم گام با دیگر اقوام از سالیان دور یعنی تشکیل امپراتوری تا نزول اقتدار میزیسته و در هر برهه زمان در تاریخ سازی های این سرزمین برجسته و برازنده سهیم بودند. با توجه به حقایق مبرهن ذکر شده این سوال پیش می آید که حکومت های گذشته و حال چه زمانی جرأت عمل نسبت به اقوام را کمایی می کنند تا به خاطر توجیه شعار همگرایی
همشمولی و مبارزه با تعصب چیزی به گفتن داشته باشند، زیرا شواهد برای این ادعا وجود ندارد که از آدرس زمانداران اسبق و حال این سرزمین برای مستعدترین و نخبترین شخصیت‌های این قوم وجیهی نهاده شده باشد، در حالی که خبره‌ترین های فنون معاصر در میان این قوم و بزرگ حضور دارند. ولی متاسفانه واقعیت‌های تلخ موجود در نظام ناهمگون این کشور مانع تبارز این قشر شده است. بنابراین از مقامات رهبری کشور به گونه جدی مطالبه می‌گردد تا اکنون که در آستانه معرفی اعضای کابینه و تنظیم تشکیلات حکومتی در رابطه به این قوم بزرگ با در نظر داشت اصل سالاری و به مقیاس توانمندی و استعداد نخبگان این قوم که در عرصه‌های مختلف دارای مدارک و تجارب عالی ورزنده می باشند و همواره در راستای اطلاع ارزش‌های ملی چه از مجرای نظام با هدیه خون و جان و چه از آدرس اجتماع با استفاده از توانمندی‌های فردی و گروهی مبارزه و دفاع چشمگیری داشتند، توجه عمیق و اقدام عملی کنند و توقع بر حق از 2 میلیون جمعیت این ملیت را که همانا سهم بودنشان و اشتراکشان در امر خدمتگذاری از مجرای دولت و حکومت اسلامی افغانستان را برآورده سازند. در عین آن باور این قوم بزرگ نسبت به راکین و زمامداران این سرزمین به کم رنگ منتج گرده دست از تلاش های همیشگی خواهند کشید. با حرمت هیئت رهبری شورای متحد اقوام مغل افغانستان کابل افغانستان، سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه تان باد.